چاو بچه ها، چطورین؟ یه سورپرایز دارم برای بچه های گیم بازمون. من خودم بابت این ویدیو خیلی هیجان زده شدم. امروز چند تا از ویدیوهای گیم سال 2022 رو براتون آوردم که مطمئنم خیلی هاتون منتظرش بودید. اگه دوست دارین بدونین این بازی ها چی هستن و محتوای و فضای این بازی ها به چه صورته، با من همراه بشین. Let's go. بچه‌ها در رتبه دهم سرزمین عجایب تاینی تین کوچیکو داریم. این بازی برای کامپیوتر PS4, PS5 و Xbox One قابل اجراست. بازی فانتزی و ماجراجویانه‌ای داره. کلی سلاح‌های متفاوت با دشمن‌های عجیب و غریب. نقش‌های بازی خیلی عجیبه. این بازی 25 مارس منتشر میشه. و در رتبه نهم گران توریزمو 7. این بازی قابل اجرا در پلی استیشن 4 و 5 هستش. ماشینای این بازی خیلی با جزئیات طراحی شده. هنوزم این بازی خیلی طرفدار داشته و داره. این بازی شخصیت خاصی رو نمیتونی پیدا کنی. شخصیت ها همون ماشینا هستن. این بازی 4 مارچ منتشر میشه. و در رتبه هشتم پوکیمون لژند، یعنی همون افسانه های پوکیمون رو داریم. این بازی فقط برای سویچه. کاراکتر بازی یه پسر بچه یا یه دختر بچه است که هنوز کلاه و ژاکت بامزه‌ای تنش داره. این منطقه‌ای که می‌بینین اسمش هیستوی هسته که حالا هوای باستانی خیلی جالبی داره. اگه طرفدارای خیلی عمیق و پروپا قرص این بازی هستین، حتما پیشنهادم به شما اینه که غواصی عمیقش رو انجام بدین. این بازی 28 ژانویه 2022 منتشر میشه. و در رتبه هفتم Sons of the Forest رو داریم. این بازی به شدت مورد استقبال قرار گرفته بود. این که جدیدترینش میشه و در این بازی شما در حال ساختن سرپناه هستید تا از خودتون در برابر اون موجودات ترسناک جنگل دفاع کنید. این بازی فقط برای PC استفاده میشه و 20 می 2022 قرار بیاد بیرون و به دستتون برسه. خب در رتبه ششم سیفو رو داریم. این بازی با PC, PS4, PS5 قابل اجراست. این بازی یه چالش فشرده با سیستم مبارزه تن به تن اجرا میشه که شما هر سری بمیرین پیرتر برمیگردین. جالبه نه؟ این بازی 8 فوریه 2022 به دستتون میرسه. در رتبه پنجام فورست پوکن رو داریم. انیمیشن این بازی خیلی زیبا و پرزرق و برقه. این بازی در PC و PS5 فقط قابل اجراست. داستانش به این صورتی که شما یه دختر کاملا معمولی هستید که وارد یه دنیای فانتزی عجیب و غریب میشید و از کلی قدرت‌های جالب استفاده میکنید. جالبه توی این ظاهر ساده شما یه جادوگر هستین. این بازی مورد علاقه من که در 24 می 2022 بازیش خواهید کرد. و در رتبه بعدی یعنی چهارم استالکر هارت آف چرنوبیل رو داریم. این بازی در PC قابل اجراست. اگه با واقعه چرنوبیل آشنا باشین این بازی حس جالب تری بهتون میده که انگار قرار شما هم در اون واقعه هولناک حضور داشته باشین. این بازی 28 آپریل 2022 به دستتون میرسه.
سوی سوم داینگ لایت 2 رو داریم. کسایی که قبلا این بازی رو کردن خیلی دوستش دارن. یه بازی ماجراجویانه در فضای باز که فرمول بازی زامبیا رو داشته و داره. حرکاتی مثل پارکور، اکشن، خشونت بیشتری رو بهش اضافه کرده با سلاح‌های بیشتری. تو این بازی باید بدونید به چه کسایی باید کمک کنین. امیدوارم این در 4 فوریه 2022 به دستتون برسه. این بازی رو با همه کنسول‌های بازی و کامپیوتری میتونین استفادهش کنین. در رتبه دوم هورایزون غرب ممنوعه رو داریم. این بازی در PS4 و PS5 قابل اجراست. این بازی در مقایسه با نسخه قبلیش یک انفجار مطلقه. نسخه جدیدش خیلی دیوونه کننده تره، اکشن خیره کننده داره. خوشبختانه نیازی نیست که انتظارشو بکشین، چون قراره در 18 فوریه 2022 اکران بشه. و در نهایت در رتبه اول Elden Ring رو داریم. این بازی در همه کنسول‌های اصلی قابل اجراست. این بازی هم در جهان باز قرار گرفته. خیلی دستتون بازه. یه دکمه پرش وجود داره که دیوونه کننده است. همه چیزو تغییر میده. اگه طرفدار این بازی هستین، باید بدونین که در 25 فوریه 2022 منتشر میشه. خب بچه ها، امیدوارم لذت برده باشین تا اینجای ویدیو ما. میدونم که خیلی منتظر این بازی ها هستین. دیگه چیزی هم نمونده، یه کوچولو دیگه تحمل کنین، به دستتون میرسه و کلی لذتشو میبرین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، چون قراره بازم کلی ویدیو جذاب، حالا چه گیم و چه ویدیوهای دیگه و محتوایت دیگه واسهتون درست کنم. نظراتتون رو داخل کامنت ها برای من بنویسین، اون زنگولم فراموش نشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خیلی دوست میدارمتون. تا بعد.